یکی از نرم افزارهای اپل که من خیلی دوست دارم و همیشه کنار فاینال کات نصب میکنم کامپرسور هستش. شما اگر یه تایملاین رو انتخاب بکنید یا یه پروژه رو، من فکر کنم صدها بار گفتم تایملاین، شاید یکی دو بار گفتم پروژه، اینجا اگر شما این پروژهتون انتخاب شده باشه بیاین سن تو کامپرسور رو بزنید، این پروژه رو اکسپورت میکنه برای کامپرسور و اینو در واقع میاره اینجا. حالا شما اینجا میتونید از هر کدوم از این پیش فرض هایی که توی کامپرسور هست استفاده بکنید، اما یه نکته خیلی مهم داره. ممکنه شما بگید اگه من میخوام از پیش فرض استفاده بکنم که اصلا اینجا میام این اد دستینیشن رو میزنم، کامپرسور سیتینگ رو میزنم، یکی از این پیش فرض ها رو اینجا اضافه میکنم دیگه، چه دلیلی داره اصلا اونو باز بکنم؟ علتش اینه که شما میتونید اینها رو اینجا تغییر بدید. به طور مثال شما اگر میخواید از MPEG 2 استفاده بکنید که پروگرام استریمه، ولی میخواید تنظیماتش رو تغییر بدید، از طریق کامپرسور میتونید این کار بکنید. یکی از چیزهایی که خود فاینال کات داره اینه که مثلا شما اگر بخواید H264 خروجی بگیرید نمیتونید کیفیت H264 رو تغییر بدید، ولی با کامپرسور میتونید این کار بکنید. مثلا من اینجا ممکنه بگم که من توی قسمت ویدیو اندازه‌ای که میخوام برای این تصویر دقیقا نصف اینه، یا HD فول HD نمیخوام خروجی بگیرم، میخوام به طور مثال 1280 خروجی بگیرم، یا مثلا میخوام فرض کنید شما بیت ریت من 15 نباشه، مثلا 8 باشه ماکسیمومش، هم یا 10 باشه ماکسیمومش، مثلا 16 باشه، یا شما تو بخش صدا میتونید بگید که مثلا به جای استریو مونو باشه، یا میتونید فیلتر اینجا اضافه بکنید بهش. شما برای این تایملاین حالا میتونید چندین و چند خروجی همزمان اینجا اضافه بکنید. به طور مثال من میتونم یه لو کوالیتی استیو که قبلا سیف کردم اینجا اضافه کنم، که همونطور که شما میبینید بیت ریت H264ش 870 هست که خیلی حجم کمیه، ولی اگه من بخوام یه تست برای کسی تو بفرستم و با اینترنت ایمیلش بکنم، طبیعتا حجم کم خب خیلی هم خوبه، مشکلی نداره، برای دیدن کاملا ممکنه کفایت بکنه. و حالا باز تمام این عناوین رو میتونم تغییر بدم، از اندازه فریم گرفته تا فریم ریت و حالا همه چی. این چیزهاییه که خروجی فاینال کات در واقع در اختیار شما نمیذاره و انقدر دیگه جزئیات نداره. باز من اینجا ممکنه یه خروجی دیگه هم بخوام، ممکن اصلا من بخوام یه 422 HQ یا همون های کوالیتی هم داشته باشم، و در نهایت من اگر الان استارت بچ رو بزنم این تایملاین رو سه تا خروجی متفاوت ازش میگیره، یه MPEG، یه H264 و یه ProRes، و هر کدوم از اینها رو هم که من بخوام میتونم بنا به میل خودم تغییر بدم. ما تو بخش ادوانسمون راجع به کامپرسور خیلی بیشتر صحبت میکنیم، ولی این یه چیز خیلی خلاصیه که من تو این قسمت گفتم خدمتتون بگم. یه نکته فقط میمونه و اونم اینه که شما سورس این خروجی شما تو این لوکیشن مشخص میشه. خود تایملاینتون رو اینجا نشون میده، هر چیزی که خواستید میتونید از اینجا خیلی راحت درگ بکنید، همونطور که دیدید من انجام دادم، مثلا من اینو میام ترک میکنم اینجا و این خروجی اضافه میشه. فقط این لوکیشن خروجی شما رو میتونید از اینجا عوض بکنید و بگید مثلا تو فولدر موویز بذار، تو دسکتاپ خروجی رو، یا توی فولدر دیگه. من ممکن اینجا بگم بذارش تو فولدر موویزم، دومی رو میگم بذار رو دسکتاپ، سومی رو ممکنه بگم توی لوکیشن دیگه، هر جوری که باز خودتون صلاح میدونید، اونجوری که خودتون بنا به میل خودتون میتونید اینو تغییر بدید. و در نهایت شما به محض اینکه استارت بچ رو بزنید این پنجره بسته میشه و شروع میکنه به گرفتن خروجی شما.